به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام و آرزو دارم هم اگه جور و باشین دوستای از نازنین پیش ازی که درس شروع کنیم سنفیتان درس قبلی رو تشریم میکنم باز بخیر میم به درس ما به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام و احترام امید دارم که همه شما جور و ستمند و سرحال باشین و یک سلام خواست خدمت دکتر صاحب خوش زبان تقدیم میکنم درس ما از فصل اول سنف شروع میشه درس اول ما بود ساینس ساینس با علوم اطلاق میگرده که توسط تجربه به اثبات رسیده باشد. دو نوع است علوم طبیعی و علوم اجتماعی علوم اجتماعی مثلا تاریخ جغرافیا فلسفه اقتصاد و غیره می باشه و علوم طبیعی که است دو نوع است علوم هیا یا بیولوژیکال ساینس و علوم غیر هیا یا فیزیکال ساینس خب علوم هیشه بیولوژی بحث میکنه که بوتانی و زولوجیست علم حیوانات و علم نباتات و همچنان علم غیرهیش هیش مثلا تاریخ فیزیک است کیمیا و غیره که بحث ما بالای کیمیا می باشد کیمیا را گفتیم از تبادلات و تغییرات کیفی و دائمی ماده دا بحث میکنه خب ماده چیست ماده هر آن چیزی که وزن داشته باشه کتله داشته باشه در دا فضا جای را اشغال کنه و یا توسط یکی از حس پنجگانه ما درک شود او رو ما ماده می نامیم خب حالات ماده ماده دو نوز ماده دو نوز ماده خالص و نخالص. خالص و است که خالصش به دو نوز تا انصار مرکب انصر چهار نوز به نوبه خود به چهار نوا تقسیم میشه که فلزات است غیر فلزات است شبه فلزات و گازات نجیبه مرکب هم دو نوز عضوی و غیر عضوی. خب میم با غیر خالصش که متجانس و مخلوط هم میشه متجانس و غیر متجانس است خب ما بعد از او حالات ماده رو خوانده بودیم که حالات ماده سه نوع است جامد مایع گاز در جامد شکل وزن و حجمش ثابت می باشه قوی جذب بین ذراتشون زیاد, زیاد و فاصله بین ذراتشون کم می باشه در مایع برعکس جامد است در قوه و ذراتشون اما شکل, شکل مایع ناثابت است حجم وزنش ثابت می باشه قوی جذب بین ذراتشان کم می باشه یعنی قوی جذب ندارن و فاصله بین ذراتشان زیاد است و همچنان ما گاز خوانده بودیم حالت گازه که وم گاز که وام گاز که است وزن ثابت داره شکل و حجمش ناثابت است و همچنان حرکت انتقالی داره بعد از اون ما خوانده بودیم خواص ما را خوانده بودیم خواص ماده دو نوع است فیزیکی و شیمیایی فیزیکی شا مثلا رنگ و جلا بوی مزه و غیره و شیمیایی شا اکسیدیشن و رابطه شیمیایی و غیره مثالایی که در کتاب است خب ما جلا را خوانده بودیم جلا را گفتیم انعکاس نور توسط فلزات و رنگ انعکاس نور توسط ارسام را رنگ میگیم خب ما بعد از درجه سختی را خوانده بودیم اون حالت که یک مواد مواد دیگه را و اون مقاومت نشان میده اما حالت ما درجه سختی میگیم که جدوال، نظر به جدول ماوس در جیولوژی ما دم مواد داریم که سخت‌ترینشون الماس می که درجه سختیش ده و نرم‌ترینشون تا که درجه سختیش یک می باشه. بعد از اون ما نقطه غلیان خوانده بودیم نقطه غلیان اما درجه است که مایع به جوش می غلیان میکنه ماده وقت به جوش میاد که فشار داخلی با فشار اتمسفر مساوی شود و همچنان در اتمسفر و در صد گرام آب در صد بحر آب جوش میاد در صد سانتی گراد در درجه به جوش میاد و همچنان ما بعد از این نقطه زوبان خوانده بودیم زوب شدن جامد و مایع ما نقطه زوبان میگیم بعد از اون ما اتم خوانده بودیم که کوچکترین ذره عنصر است که خواص هم را داشته باشه مولکول خوانده بودیم کوچکترین ذره مرکب است که خواص اولی خود داشته باشه و همچنان چارچ ندارن از لحاظ چارچ خونسا می باشن. بعد از اون ما خوانده بودیم انبساط و انقباض انبساط بزرگ شدن و انقباض کوچک شدن بعد از اون ما کثافت خوانده بودیم کثافت انوای زیاد داره که ما هدف ما از کثافت کثافت کتلوی می باشه که دی ام مساوی میشه ام بر وی بعد از اون ما خوانده بودیم انتقال حرارت ما خوانده بودیم که بسین انتقال حرارت بسی هدایت جریان و تشاشو هدایت که است در جامدات است جریان در مایات و در گازات می باشه و همچنان تشاشو در نور آفتاب وقتی که نور آفتاب به زمین می 50 از نور آفتاب زمین به خود جذب میکنه بعد از اون ما مخلوط خوانده بودیم هران چیزی که از دو یا چندین مواد مختلف یک شده باشه ما رو مخلوط میگیم که دو قسم بود مخلوط متجانس و غیر متجانس مخلوط متجانس با مخلوط گفته میشه که مقدار موادش در تمام قسمت ها فوقانی، تحتانی، وسطی، جانبی یکسان باشه مثلا محلل بوره در آب، نمک در آب خب بعد از اون غیر متجانس رو خوانده بودیم که غیر متجانس به محلول هایی گفته که مقدار موادشان در یکسان نباشه مثلا کشمش و نخود بعد از این ما جدا ساختن اینا رو خوانده بودیم به طریق جدا ساختنش هم دو طریق است که از متجانس و غیر متجانس می باشه از غیر متجانس بسیار ساده است توسط چیدن با دست توسط هلاک کردن توسط مغناطیس کردن فیلتر کردن و غیره طریق های ساده میتونیم که ما غیر متجانس جدا بسازیم اما متجانس توسط چهار طریق خاص که تقطیر و ت... دس... تقدیر و, تقدیر و تقدیر رسوب و تسعید می باشه این چهار طریق خاص است که متجانس هم جدا می سازه بعد از اون ما از نظر حالات فیزیکی و مواد منحله و محلل کمی وجودش خوانده بودیم از نظر فیزیکی البته که بنون است گاز در گاز مای در گاز جامد در گاز مای در مای، مای در گاز و مای در جامد جامد در جامد جامد در گاز و جامد در مای. به هم رو... کدام از اینا ما مثال داشتیم که مثال مهمترش جامد در جامد می باشه که الیاژ هاست الیاژ ها مخلوط م... مخلوط متجانس فلزات می باشند. بعد از اون ما انحلالیت را بدیم گفتیم که انحلالیت حل شدن مقدار معین مواد در 100 گرم آب و در یک در حرارت ثابت ما رو را انحلالیت میگیم انحلالیت پنج چیز عمده داره با پنج چیز تعلق داره که اولش کمی و زیاتی منحله می باشه دومش از محلل مقدارش می باشه و اون از حرارت چهارم از حالات فیزیکی و پنجم هم شور دادن بعد از اون ما انصار را خوانده بودیم انصار را گفتیم که مجموعه ایزوتوب های خودش می باشه یک در طبیعت موجود است 92 تایش طبیعی و بقیه مصنوعی می باشه از 83 به بعد رادیوکتیو می و ما هفت تا عنصر داریم که دو تایی پیدا میشن هیدروژن اکسیژن نایتروژن فلورین و کلورین که به شکل گاز دو تایی پیدا میشن و برومین به شکل مایع دو تایی پیدا میشه و همچنان آیودین به شکل جامد دو تایی پیدا میشن بعد از اون ما خوانده بودیم که از یک جا شدن دو یا چند عنصر مختلف با تغییر خواص اولیشان می باشد. شکر از توجهتون دوستان عزیز خب دوستای از نازنینم تشکر سنفیگکتان بسیار خوب تشریح کرد درس قبلی را سوال اگر باشه پرسان کنین اگر نیست که درس دوم خدا آغاز کنین انوان yes. از مادلی کیمیاوی ببینین مادلی کیمیاوی را در صنف ده بخیر باز میخوانیم خواست صنف افتام لطف کرده یک کمک در موردش گفته یک مادلی کیمیاوی در قد بیان کننده یک تعامل کیمیاوی است یک تعاملی که در لابراتوار صورت گرفته امورا به صورت ساده تا یک معادله بر ما بیان میکنه مثلا در لابراتوار فرض مثال سودی گرفتن امرای کلورین یک جای کردن نمک حاصل شده خب بر ما شما نمیشد که در کتاب مکتب یک بوتل سودیه و کلورین ها روان کنه که بر ما شما کمی گفت نشته کد ما مفهوم میگیریم امو بیانه لابراتوار در اینجا ما شما کت مادلی کیمیاوی میتونیم بفهمیم یک مادلی کیمیاوی بیان کننده یک تامل کیمیاوی است و یک مادلی کیمیاوی از سه قسمت ساخته شده یکی مواد تامل کننده یا مواد اولیه است مواد اولیه یکی تیر یا وکتور است یکی یا محصول تامل است یا مواد سانوی یا مواد آسل شده است درست است؟ قایده به که مواد تامل کنده رو در طرف چپ نشته می کنند محصول تامله به طرف راست نشته می کنند جهت تیر جهت علامه را نشان می که تامل از کدام طرف و کدام طرف است اگر در تامل یک تیر بود یعنی تامل یک طرف است اگر دو تیر بود در تامل بله خیر بینیم. تامل اگر دو تیر داشت تامل دو طرفه یا رجعی است یک تیر دو جهت نمیتیم دو تیر جدا برش میگیریم درست است؟ یعنی در تقسیم بندی تامل ها کسی بگه که از نظر جهت یا رجعی بودن نبودن بگه این دو است. تاملات یک طرف دو طرفه. یا رجعی و غیر رجعی رجعی یعنی برگشت پذیر غیر رجعی یعنی که برگشت نمیکنه. در تاملات یک سلسله نشانی ها است که بعضا می باشه ما و شما خوب آشنا باشیم مثلا اگر در بالای تیر یک کلامه دلتا را میگیره یعنی که بر تامل حرارت داده شده اگر در آخر مثلا حرف ای می باشه یعنی حرارت آزاد شده که بعض این مقدارا را میتونه به عدد هم نشته کنه مثال 25 کیلو جول درست است؟ و یا به این طرف نشته شده اگر تا حرارت داده شده باشه به طرف چپ نشته میشه حرارت آزاد شده باشه به طرف راست نوشته میشه خو اگر در بالای تیر ایل سی باشه الکترولیز یا تجزیه برقی مانا میده قبول است اگر مثلا در یک واحد فشار آمده باشه یعنی فشار وارد شده اگر یک انصر آمده باشه یعنی کتالیست است و همچنان اگر مثلا در پهلوی یک گاز اینه تو گرفته شده یعنی فرار کرده در یک مواد جامد یعنی چی کرده تنشین شده یا رسوب کرده اگر دینی قسمتک اس بود یعنی آلت جامده داره اگر ال بود یعنی آلت مایره داره اگر جی بود آلت روحات. گازه داره درست است؟ بله اگر کیو بود یعنی محلول آبگین یا رقیق است محلول رقیق و محلول آلتی رو که مواد کم است محلل زیاد است درست شد؟ خب دیگه همی گفا می باشه علایم مهم همی است اون جدول در کتاب برتان آوردیم باز ببینیم کدامش مشکل بود در موردش گپ میزنیم. باز در صرف ده بیشتر سر از این گپ می زنیم همه قدر کفایت میکنه. یک مادلی کیمیایی بین دی قوانین کیمیاس یا مدلی کیم... تامل کیمیاس سه قسمت داره مواد تامل کنه تیر مسئول تامل یک تیر بود یک طرفه دو تیر بود دو طرفه و یک سلام نشانی ها. نداریم مشکل. موضوع دیگه بول است. سمبول به چی علامه اختصاری ما نامیده سمبول چی ما نامیده؟ علامه اختصاری یعنی اگه یک چیز خوردتر میخواییم نشان بدیم این را به نام چی یاد در روزمره ما و شما داریم مثلا یک کمپنی یک لوگو داره اون سمبولش یک کورس مثلا حتی در نامه در خانه نام اختصار میکنن مثلا جمشید پورا نمیگن در خانه جم می منیجر منو میگن سای سای اختصارات میارن اینالی در کیمیا هدف ما هستم بود چی است؟ علامه اختصاری نام است کدام نام؟ یا نام انگلیسی یا نام لاتین علامه اختصاری نام انگلیسی و یا لاتین اناسه به نام چی یاد میکنیم؟ سمبول از کجا انتخاب میشه؟ از حرف اول اول دوم اول سوم اول چهارم اول آخر نظر به ضرورت اول حرف کلان نشته میکنن باقی حروف حرف خرد نشته میکنن سمبول علایم اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر است که از عرف اول اول دوم اول سوم و اول آخر عناصر گرفته میشه که حرف اول کلان نشته میکنیم باقی حروف خرد نشته میکنیم خیر ببینید شما مثلا شما دقت کنید شاگردای نازنینم فرض مثال ما داریم هایدروژن هایدروژن خو هر بار قدر نشته کنیم وقت میگیره جای میگیره رنگ قلم دهی قیمتی کتابچه مصرف میشه جنجال زیاد است این چی میکنن یک اچ قبول میکنن اچ مفهوم چی را میرسونه مفهوم هیدروژن میرسه یا مثلا هلیوم درست است خو اگه باز اچ بگیریم فهمیده نمیشه کی هیدروژن یا به بنان کمکی یک عرف دیگر عرف دومه گرفته عرف اول کلان عرف دومی خود بعضی وقت مثلا ضرورت شده عرف اول و مثل جست آمده بعضی وقتی دنامش نیست مثلا سودیم اما سمبولش هست این ای, ای, ای را از نام لاتینش گرفته بله نایتریوم یا مثلا پوتاشیم سمبول از که از نام لاتینش گرفته شده. یا مثلا تلا. سمبول شست ایو. یا مثلا نقره. سمبول شست ایجی. متوجه شدین؟ به همین ترتیب فعلا هدف من نیست که ها رو یاد بگیریم فعلا تعریف سمبول یاد بگیریم علایم اختصاری نام لاتین یا انگلیسی آن از سمبول میگیم که از حرف اول اول دوم اول سوم اول آخر گرفته شده اول کلان میشتم کنیم دیگه یک مرور کنیم باز پیش میریم بخیر خب شاگرده از نازنین سمبول افامید ملامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر بود اما فرمول چی فرمول هم بخیر در سال فشت هم درس داریم در دوازده هم داریم در دوازده میخوانیم که سمبول مرکبات به نام فرمولیات یاد میکنیم سمبول مرکبات یکی سمبول انصر داریم یکی سمبول مرکب داریم مثلا h 2 o سمبول آب است NACL سمبول نمک است این فرمول از دقت فرمول سمبول مرکب است و در یک فرمول دو قسمت داریم یکی عناصر داریم یکی عدد می باشه مثلا اینجا دو و یک از عدد دو به نسبت ای؟ یک اینجا یک و یک از عددش نشته نبود چند است؟ یک است یا مثلا اچ این او تیری. یک یک سه نسبت همیشه ثابت می باشه فرمول عبارت از سمبول مرکبات اصلا کتاب سن ففتن یک که دیگه گفتم رو میگم مجموع اناثر، مجموع سمبول اناسر که یک مرکب تشکیل داده فرمولش هست. مجموعه های اناثری که یک مرکب از آن ساخته شده میشه فرمولش. مثلا آب از دو تا یک اکسیژن ساخته شده. یا نمک از یک سودیم و یک کلور ساخته شده. متوجه شدین انشالله. فرمول عبارت از سمبول مرکبات میباشه یا مجموعه اناس سمبولهای است که یک مرکب از آن ساخته شده و نسبت همیشه در یک مرکب ثابت می باشه مثلا در مرکب H2SO4 سعیست نسبت چند از دو به نسبت یک به نسبت چار خیر ببینید شما انشالله در فرمول مشکل نداریم او یک چند فرموله کارده کتاب سنف هف گفته فرمول کاربن دایکساید دا اینه تر است فرمول آب گفته به این ترتیب است فرمول آمونیا به این ترتیب است دیگه چی را آورده؟ سالفر دای اکساید آورده دیگه کلسیم اکساید المونیم کلوراید المونیم کلوراید خب هر چی که بود فرق نمیکنه نامگذاری را که یاد گیسته گپ آسان میشه در فرمول انشالا مشکل نداریم فرمول سمبول مرکبات است دو قسمت داره عناصر و زرایب کمی زرایب شباز بنامه زرایب استیکیومتری یاد میکنیم در سنف دوازده در گپ خواد زدهیم انواع تاملات کیمیاوی بچیم تاملات کیمیاوی تقسیم بندی های مختلف داره ولی امید دو سه رقمش که در کتاب های مکتب آمده رو من یک دفعه می میکنم باز میخوانیم یکی از نظر جهتش است یک طرفه دو طرفه یکی هم از نظر اکسیدیشن و ریدکشن است تاملات دو نو است تاملات ریدوکس نان ریدوکس یعنی در تاملات که اکسیدیشن ریدکشن وجود داره در تاملات که اکسیدیشن ریدکشن وجود نداره یکی هم نظر به حرارت است اندوترمیک، دو ترمیک اگزو ترمیک اینا رو میخوانیم یعنی از نظر جهت تامل یک طرفه دو طرفه از نظر اکسیدیشن ریدکشن واقع شده یا نشده ریدوکس و نان از نظر حرارت اندوترمیک، دو که باز میخوریم. یکی هم از نظر شکل است پاینه دیگه تقسیم بندی هم داره ولی نمیشه چهار تقسیم بندی در های مکتب برای شما ذکر شده از نظر قواره پای نو است هر چند کتاب های صنف ده چار نو چار نو میگیره خود تعویزی را تنها تحت عنوان تعویزی میگیره باز تعویزی یگانه و دوگانه کی هم سیس منطق داره خود کتاب صنف چون پای نو گرفته ما همو را میگیم چون کنکور صنف هفت نمیره از صنف نمی ده بنان ما زمی اول میگیم تاملات از نظر شکل ظاهری خود پای نو است که بازی نمی درس ما هم در سنفشت آمده هم در ده در یازده در کل جایز چند بار تکرار میشه تعامل جمعی یا ترکیبی یا کمپوزیشن ریاکشن یا سنتیتیک ریاکشن تعامل است که دو چیز به یک چیز تبدیل میشه هرگاه در یک تعامل طرف چپ دو مواد بود و راست به یک مواد تبدیل شد جمعی استاد دو مواد و یک مواد چی فهم مثل حدود الجبری که شما میگین وقتی که بینش علامی مثبت منفی آمد یک حد میشه اینی که با مثبت بینش آمده این ای دو مواد است این تبدیل شده به یک مواد انال بچیم سه احتمال وجود داره سعی کنین احتمال اول تو وجود داره کمی دو چیز یک اردوش انصار باشه تامل جمعیز بله دو چیز به یک چیز تبدیل شده همین تامل همین چی نوست میگیم تامل جمعیز تامل جمعیز. تامل جمعی خو دو چیز به یک چیز و از یک چی هست انصار است تامل جمعی بین اناسار امکان داره اردو دو جز مرکب باشه مثلا بچیم کلسیم اکساید و آب که تامل بتیم کلسیم آیدروکساید حاصل میشه تامل جمعیست بله دو چیز به یک چیز تبدیل شده تامل جمعی است و جمعی بین مرکبات میگی میره جمعی بین مرکبات و بالاخره بچیم مثلا آیدروژن جمع اتلین که در صنف دوازده بخیر بلد میشیم این رابطه دوگانه داره نه ای؟ سی ایش دو رابطه سی ایچ دو همون رابطه میشکنه میشه سی دو ایچ شش باز تامل جمعیز دو چیز به یک چیز تبدیل شد ولی این دفعه یک شنسور است یکیش مرکب است این را میگیم تامل جمعی بین انصر و وی نام خدا تامل جمعی تامل است که دو مواد به یک مواد تبدیل شود احتمال دارد دو انصر دو مرکب یا یک انصر یک مرکب باشه خیر این اگر بخوایم تو کمک دیگام تقسیم بندی کنیم میگیم تامل جمعی سه نو است جمعی بین عناصر جمعی بین مرکبات جمعی بین انصر و مرکب ولی با این جزئیات بر ما تو نمیارد ما در کنکور تنها پرسان میکنیم میگیم چی نو تعامل است میگه یک تعامل که جمعی است بچیم تعامل برعکس از این تخریبی یا تجزیوی است دیکمپوزیشن ریاکشن یا انالایتیک ریاکشن در کنکور این همه آورده که تعمل تجزیوی برعکس کدام تعمل است برعکس جمعی تو دیت سوالا خوش نشی توری کاور بخ پارچه رو بگی چی ریش خندیر انداختی ما در نظر بکدم سن فافت اومدین که سوالای آسان میری تو خوش نشی که چی سوالای آسان یاورده تجزیه وی برعکس جمعی یک مرکب پس به خود تجزیه میشه یک مرکب به اجزای تا... ام دفعه در چپ یک چیز داریم، در دو چیز شده مثلا بچه مثال میگیریم فرض مثال فرض مثال اگه ایج دور تجزیه برقی کنیم الکترولیز یا تجزیه برقی کنیم تبدیل میشه با هیدروژن و اکسیژن خیر ببینیم خب دوام بله بله میتونه مثل زمو میتونه از تجزیه دو تا عنصر حاصل شوه میتونه دو مرکب حاصل شوه مثلا بچیم کلسیم کاربونیت که مو شما حرارت بتیم تجزیه میشه به کلسیم اکساید و کربن دای اکساید تعامل تجزیه ویس بله یک چیز به دو چیز تجزیه شده و قسمی تجزیه شده که دو جزش چی است مرکب است و بالاخره بالاخره ای تو احتمال وجود داره کی تجزیه شوه به مرکب و انصار به مرکب و انصار درست است این مرکب است این انصار است یعنی تعامل تجزیوی هم میتونه سه احتمال داشته باشه احتمال از که دو انصار حاصل شوه دو مرکب حاصل شوه و یک انصار و یک مرکب حاصل شوه درست شد از نظر شکل ظاهری تعاملات پنج نوست جمعی تجزیوی تعویزی یگانه تعویزی یگانه که یک انصر جای یک انصر دیگر را میگیره اما کدام انصر جای کدام انصر می گره. در تعریف تو میگیم انصر فعال جای غیر فعال نمیگیم جای نسبتا غیر فعال, نسبتا غیر فعال یعنی از خودش کرده اگر چرو اون او غیر فعال میبود خیلی مرکب نمی ساخت او هم فعال بوده خوی از او هم کده چی از فعال است قوی تر است فعال ده که میاد دیگه قوی تر میشه مثلا دوستان نازنینم ای جمع بی میشه ای سی جمع بی خیر ببینین شما این تعویزی یگانه است سمپل ریاکشن تعویزی یگانه یا, یا ساده ای آمد جای بی را گرفت بی هم فعال بوده ولی ای از بی هم کرده چی فعال تر است زور جای کم زور گرفته میتونه در نتیجه بچیم اگر بر ما یک مثال بته بگه شما بر ما بگه این کمی تعاملی که پیش روی شماست چی نوه تعمال است ما میگیم یک تامله که یگانه است میگه چی فامیدی؟ میگه من از سودی هم ام آمد جای چی را گرفت؟ جای هایدروژه جا نگرفت درست شد انشالا خیر ببینین دیگه تعویزی دوگانه است بچه آ یک چیز دیگه براتون بگویم که بعضا شاگرده یعنی در زینشان سوال پیدا میشه میگه استاد جای اول همیشه میگره نیست بچیم مثبت جای مثبت هم میگیره منفی جای منفی را تو احتمال وجود داره مثلا, مثلا مثال بگیم فلورین جمع سودی هم کلورای فلور جای سودی هم نمیگیره جای کلور می جا هم میگیره میفهم اینجا سودی هم مصبت به جای دروجن مثبت هم گرفت ولی فلور جای کی میگیره جای کلور هم میگیره یعنی تو نیست که از همیشه از اول پس شوه سودی هم فلورای جمع کلورین درست شد تعامل نو چهارم تعویضی دوگانه است دوگانه خیر میدونیم تعویزی دوگانه یا تعویزی مضاعف هم برش میگیم دوگانه رو چی میگیم؟ مزاف؟ هستی که در محمد بن موسا جزور مضاعف میگیم سایز؟ یا در دینه زنجیر مضاعف دو چند باشه دوگانه یا دبل ریپلسمند ریاکشن است دقت که بچیم دو انصر جاهای خود بدل میکنن ای بی جمع سی دی در نتیجه میشه ای دی جمع بی سینه سی بی چرا گپا میگم به خاطر که بچه مینی اول فرمول نشتن فرمول باز بگین چون در سنف کانکور نخوانده بودیم یک روزی بگین نوشتن فرمول یک قایده داره یک دو سه خط نوت است براتان مثبت اول نشته میشه منفی در دومی یک قایده فرمول نشته کردن است خوینی جز مثبت است این جز منفی این مثبت این منفی سعی که بچه مثبت جای مثبت منفی اینال اگه اینجا بی سی بگیم صحیح نمیانه متوجه هستین بی ما منفیز دیگه به اساس از این فرمول ما A بی A نتونیش سعی سی سی یک مثالک بگیرم مثلا بچه مگه داشته باشیم سلور کلوراید سودیم نایتریت امی تبدیل میشه به سلور نایتریت سودیم کلوراید ای را میگیم تعویضی دوگانه واقع شد و یک چیز یاد لایقا باشه تویزی یگانه که هم میشه بچیم بین انصر و مرکب است بین انصر و مرکب اما تویزی دوگانه بین دو, دو مرکب است تویزی دوگانه بین دو, دو مرکب میباشه درست شد از نظر شکل پای و تامل داریم جمعی که دو چیز یک چیز شوه تجزیوی که یک چیز دو چیز تعویزی که جایی که دوگانه دو تا جایشان بدل شوه و بالاخره احتراقی رو میگیم و تمام است احتراقی یا سوختن احتراقی چی مانا میتن؟ سوختن یک مرکب با کمک اکسیژن میسوزه سوزه اکساید آب و انرژی حاصل میشه خیر ببینید شما احتراق یا سوختن دقت کنین بچه مارج باز در یاد بیاد میگیری ملکان هاست مثلا میتان به کمک اکسیژن میسوزه سوزه کاربن اکساید آب و انرژی حاصل میشه کاربن اکساید آب و انرژی یا ضرور نیست بدون تاوزین هم مادله درست می باشه سکلیت مادله درست است خود خب من که شده گرفتم باز توزین هم می خانیم تعمل احتراقی بچه دو نشانی داره نشانی اول که طرف چپ اکسیجن جمع شده چون بدون اکسیجن هیچ چیز نمی شده اما امروز درس ما بخیر می خود مفهوم اکسیجن همین منار اکسیاتش جمع تولید کنیم بیاتش ولی گپ مهم است که کاربن اکساید انرژی حاصل شود احتراق امی رقم می باشه کتاب مکتب شما در صنف هفت تنها جمع اکسیژن و احتراق گفته مثلا گرفته گفته مگنیزی هم جمع اکسیژن مگنیزی هم اکساید گفته ای احتراق شد است. اما خوب است ایره اکسیدیشن قسمی بگیم این اکسیدیشن کلی اکسیدیشن دو نو است قسمی کلی کلیش احتراق است نتیجه احتراق کربن دی اکساید آب انرژی است در صنف بالا میره داریم در دا کنکور سوال آورده که از احتراق مواد عضوی چی حاصل میشه کربن دی اکساید آب و انرژی بنان از نظر شکل یا قواری ظاهری پین نه و تامل داشتیم که ای دیگه به مغز هم نیاز نداره یعنی کس چشمش هم از مغزش کرده مثل مرغ بزرگ باشه مرغ چشمش از مغزش کرده کلانتر است این هیچ مغز کار نداره چشم کار داره کلی سعی کنید خونه میفهمید دو چیز یک چیز شد یک چیز دیگه بخی درس نبود دیگه رو یاد داشت یک مرور کنیم بس پیش میشه خوب خب شاگردای نازنین پیش ازی که ما بدیره گپ بزنم درس برای بیندا معلوم بگیم که درس صنف ما هفته دو روز است پنجشنبه و جمعه ما و شما درس داریم خب مو هفته دو روز برای شما نشر خواهد شد در ساد مو هفته که ساب میشه پس در یوتیوب نشر میشه از شما مگه اگه خواستین که دوباره یک درس ها را ببینین یا دیگه برنامه را چون برنامه روانشناسی از درس های خوب مثلثات از بیکار شم دیگه ما زمینا هم ساب براتون دکتر جمشید رسا یعقی نمی هم آدرس فیسبوک است اما آدرس یوتیوب است که میتونین شما درس را اونجا تقیب کنین و هم از مباحث روانشناسی که مثلا سر مدیریت زمان یا موفق شدن یا روش مطالعه یا حافظه صحبت میکنیم براتون استفاده کنیم و بر بیننده بگیم درسی که جریان داره سال 1400 است ماه جدی امروز تاریخ دست دهی جدی سال 1400 کورس محترم صدیقی است صنف کانکوری ویژه کیمیا است اما که در چرا اول هم گفتم ما در جریان سال سه نوع صنف کیمیا داریم در دا کل بخش ها است خب کیمیا را کل مربوط است اساسات کیمیا که در شاگردا میخوان با زامادگی کنکور میخوان که اکثریت دوستای ما یک دوره نو ماهی کنکور خواندن باز داخل یک کنکور ویژه تا شروع امتحان کنکور یک مرور درسام ها میباشه که شما هم کنکور ویژه را فعلا بیننده دارم بر شما هم مفید واقع شود از ثبت برنامه ما اینجا یک ذره بر خود مشکلات قبول کردیم جای تنگ است تا کمره یار میشه من مجبور تو خوب احتیاط کنم اگر نه که سر شاگردان اگام قالماقال دارم به خاطرش کمره این چیز نمیگه میشانه ما قید ساختیم خدا هدف ما است که برای شما نشر شوه که شما اگر در ولایات دوردست هستین یا مشکل اقتصادی دارین کورس رفتن نمیتونین یا دخترها را فامیلا نمیمونه کمی در را بتونن ده استفاده کنن در اخیر باز بخیر که تکمیل شد به شکل فلش ما میسازیم هدف اصلی ما همیست که یک خدمت شود و افغان کلش بخیر با سواد شوند حداقل یک گام اولی را موار دارم با شما بخیر متخصصین بسیار بزرگ خواهیم داینده انوان است توزین توزین بچه این باز هم در دا صنف دا داریم توزین انواع مختلف داره خوب کتاب صنف هفت شما یک توزین اک برای مشاگردک های صنف هفت تشریح کرده توزین اثر حساب کردن یعنی حساب میکنیم در ذهن ما توزین تا پوره شود که بر تاملات ساده معمولا جواب میته بر تاملات ساده جواب میته که من امی می توزین کار میکنم باز بخیر خیر در صنف ده, ده توزین های دیگر هم ما و شما کار خواد کردیم توزین بلاسر حساب کردن قسمی از بچین مثلا همین تامل بر ما میته میگیری شما توزین کنید توزین هم وزن ساختن ما میته. خب اینجا خب ترازو نیست وزن کنیم تعداد مساوی میسازیم بیلانس 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 شود دو طرف یک تامل تو، وقتی توزین میشه که دو طرف عناصرش با هم چی شود؟ مساوی شود خب گوش کو گو بچین گوش کو گو. آیا بدون توزین تامل سعی نیست استاز است؟ این به بنام سکلیت مادلی که می بیاد میکنن استخانایش هست گوشت و پوستش نیست این هم مفهوم می رسان های آ ولی توزین کجا بدرد خوره؟ در کجا به درد ما میخوره؟ در محاسبه ماسیبی کیمیا قطعا بدون توزین امکان پذیر نیست خیر سعی کنین امیره ما توزین میکنیم میبینیم و ایران باید یادآوری کنم این توزین این میاناسر مولکولی خراب ساخت عناصر یک تایی توزینش مشکل نداره مثلا یک مثال که اینجا دفتن بگیرم کلسیم از عناصر است یک پیدا بشنی سلفر هم یک تایی میشه کلسیم سلفایدی خودش توزین شده است کلسی یک کلسیم یک سلفر همین دو تایی ها مشکل ایجاد میکنن عناصر مولکولی مشکل ایجاد میکنه گوش کو این دو تاست دو تاست ای توزین است اما اینی ای دو تاست ای یک تاست توزین نیست خواست تاست خیلی یک دو اینجا بتی توزین شوه ولی خب فرمول آب نمیشه بچه فرمول آب گفتیم نسبتش دو به نسبت یک است ای هایدروژن پروکساید میشه اینی اجازه را نداریم که تعداد تغییر بتیم خرچی چی اجازه داریم؟ ای اجازه داریم که ذریب و مومی بتیم اینجا میتونیم یک ذریب بتم دو دو یک دو این چی ما نمیتا باز هم آب فقط بیشتر یک مولیکول آب داشتیم ولی دو مولکول بیشتر یک گلاس آب داشتیم ولی داشت دو گلاس آب داریم آب است ولی آب تغییر نخورد صحیح شد ان و این بگویم هم بگیم انصر ذریب کی جمع باشه تن و ازمی انصر است ولی ذریب اینجا که می باشه هزار دو انصر است اینال سیک بچیم دو یک دو دو توزیع شده، اما هیدروژن از توزیع برامد دو دو چهار اینجا میم یک دو زیاد میکنم دو دو چار. این توزین پوره شد چهار هیدروژن چهار هیدروژن دو اکسیژن دو اکسیژن مثال دیگه براتون کار میکنم مثلا بر ما میت جمع نایتروژن میشه امونیا نایتروژن دو تا اینجا یک تاست. یک دو ضرب میکنم دو یک دو این توزین شد اما هیدروژن چی شد دو سی شش خیر اینجا هم یک سی میارم سی دو شش توزیع پوره شد مثال دیگه برتان کار میکنم نایتروژن جمع اکسیجن این دو و پنج این تو... نایتروژن است دو دو اما اینی توزین نیست دو پنج دو رقم کار میتونیم بچیم کار اول تو راست که نیجی یک دو ضرب کنم اگه اجازه شما باشه دو ضرب دو پنج یا پنج بر دو ضرب کنم نه فکر کو دو ضرب کردم دو نیم ضرب کردم دو ضرب دو میشه پنج توزین شد توزین شد دو تا دو تا پنج تا پنج تا اما یک قایده ما و شما در سنفای بالا میخوانیم که این زرای باید تعداد تام باشه اینالی با اجازه شما اطراف ضرب دو میکنم که این اشاری از بین بره که اطراف ضرب دو کنم اینی دو دانه میشه اینی پنج دانه میشه نه دونیم ضرب دو پنج اینی هم چند تا میشه دو تا بازم توزین است چرا شما یک قایده در مدلات دریازی ریاضی خواندین که اگر دو طرف اگر دو طرف مدله را ضرب یک عدد کنیم یک عدد خلاف سر در مدله تغییر وارد نمیشه بناهن خیر چی میشه این تغییر وارد نشده سعی دو دو چهار دانه نایتروژن دو دو چهار دانه نایتروژن پنج دو ده دو پنج ده مشکل موجود نیست اما 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 پس رقم دیگه هم توزین میتونیم خوب گوش کنین که اگه او رقم ضرب نمیکردین ما میگیم نایتروژن دو تا از دو تایی دو سی پنج است زری به زیر برازی میاریم از زیر برازی سعی کنین دور اینجا میارم دو پنج ده پنج اینجا میارم پنج دو ده اینی شد دو دو چار اینجا یک دو میتیم دو دو چار بازم همون نتیجه حاصل میشه فرق نمیکنه متوجه هستیم مثال دیگه میگیریم المونیم جمع اکسیژن المونیم اکساید درست است خو المونیم اینجا یک تا اینجا دو تا, ای دو تا, سی تا سی. این دو تا سه تا این دو ر اینجا میارم دو سه شش سه ر اینجا میارم سی دو شش دو دو چار چار یک چار توضیح قبول است خیر ببینید شما مثال دگر دقت کنین شاگردای نازنینم اگر داشته باشیم کلسیم جمع اکسیژن کلسیم اکساید این دو تا سی یک تا یک دو اینجا ضرب میکنم دو یک دو ایام دو شد دو یک دو قبول است مثال دیگه سودیم جمع کلورین سودیم کلوراید سودیم یک تا یک تا کلور دو تا یک تا خیر یک دو ضرب میکنم دو یک دو اینجا هم پس یک دو ضرب میکنم دو یک دو توزین پورشت. یک مثال دیگه بگیریم پتاسیم جمع اچ بی آر پتاسیم بروماید جمع هیدروژن پتاسیم یک تاست مشکل نداره هیدروژن یک تاست اینج دو تا شده خیر یک دو ضرب میکنم دو یک دو اینی هم دو تا شد اینج یک دو ضرب میکنم دو یک دو پتاسیم دو تا شد اینجا یک دو ضرب میکنم کلش با هم چی شد مساوی شد بنان من فکر میکنم دیگه به این زیاد مثال نیاز نیست این دیگه با سر حساب کردن پیدا میشه فقط یک چیزه که دیگه هم که در کتاب ها گفته میشه توزین بر اثر الکترون های برد باخ شده یک مثاله کار میکنم تو هیچ هم نکو خلاص اما تو تنایی رو فکر کو بر خود کار میکنم کار ما نمیه خب با اساس الکترون برد باخ شده توزین میشه مثلا بچه هایدروژن جم اکسیژن آب سعیست ما و شما دیگه قبلا دستان فکانکور کنکور نمبر اکسیدشن نخوندیم تا که اینجا باز بخیر بخونیم میفهمینی این مثبت یک است منفی دو ای این به خاطر بچیم مثبت یک شده که یک الکترون باخته این به خاطر منفی دو شده که دو تا برده سعی یک الکترون باخته اکسیژن دو الکترون برده قبول دارین تا اینجا میگ الکترون ها ازیره پیش ازی ببر ازیره پیش ازی ای ببر این ای الکترون بر دو هیدروژن جمع یک اکسیژن که یک هیچ نشته نمیکنیم دیگه کمبودی شده اینجا پورک هیدروژن 4 تا شده دو دو 4 اکسیژن یک تا شده دو یک دو یک مثال دیگه دقت کن هیدروژن جمع نایتروژن میشه امونیا اینی مثبت یک است اینی منفی سه درست است این به خاطر یک هست که یک تا باخته این به خاطر منفی سه که سی تا برده سی ری اینجا بیار یک اینج بر پوره میشه سه هیدروژن جمعی یک نایتروژن کم بوده در اینجا پوره میکنیم اینی دو تا شده یک دو زر میکنیم دو سه شش سی دو شش درست است اینی یک توضیح نکه به اساس الکترون برد و باخت شده بود ولی ما و شما حساب کردن که بفایم تقریبا زیاد کیمیای غیر عضوی کتش کار میشه البته می توضیح به غیر ازوی بدرد میخوره تنها در بعضی توضیح یک, توزینه یک توزینه که هشت یا نو مرحله داره که باز خیر دا دا کار میکنم با زوزوی خیلی یک توزینک ساده برش داریم مشکل ما و شما تقریبا حل می باشه. یک مرور کنین مثالایش یک چیز مشکل بود مده خدمت شاگرده از نازنین یک انوانه که دیگه بیخی انوان تفلانه است گفتن نمایش تاملات ساده یک چار تا تامل بر شاگرده که های آورده اول گفته از تامل های دروجن به اکسیجن آب حاصل میشه خبر بودیم دوم گفته از تامل به امونیا حاصل میشه سیوم چی گفته؟ کاربن به امرای اکسیژن کاربن دای اکساید حاصل میشه سودیم امرای کلورین نمک تا هم حاصل میشه درست شد؟ خیر ببینین بعدش گوش کنین شاگردای نازنینم چار انصار کیمیای سنففت یک کمک سرش گپ زده ما انصار 11 سنف فی... یازده بخیر میخوانیم اما چهار عنصری را که کتاب سنفف کوتا کوتا معرفی کرده چهار چهار عنصر از بین عناصر گرفته باید برتان سوال پیدا می شد این عناصر بچیم عناصر عضوی گفته میشه ارگانیک المنت عضوی تنها هدف کیمیایی عضوی نیست عضویت عضویت هدف است اکثر بدن ما از همین چهار عنصر ساخته شده تقریبا شاید 98 درصد یا 95 درصد بدن ببینیم اینی 10 درصد بدن است این 65 درصد است 3 درصد است 18 درصد است چند میشه 5 و 3 8 تا 96 درصد بدن ما را این می ای چهار تا عنصر ساخته عناصر حیاتی هستند عناصر زندگی ما هستند بنان این چهار عنصر کتاب سن یک کوتا کوتا معرفی کرده حالی به مو اندازه کتاب سن اکتفا میکنیم باز بخیر اینا را بعدا در سن 10 11 بخیر میخوانیم اول به چه ما آورده هایدروژن سمبولش H نمبر اتمی یک کتلی اتمی هم سفر سفر است تقریبا یک در گروپ اول اصلی قرار داره در دا پیریود اول جی عدف ما گروپ از پی پیریود در قطار عمودی اول در افقی اول اگه تقسیمات کنیم که انوز چون اینجا نخوندیم نمیم که یک یا یک است یک گاز بیرنگ بیبو بیزایقه سبکترین تمام گازات است از این که گاز سبک نداریم این اگر ناصر در روی کتلیشان میبینیم هیچ کتله دیگه یک نیست چون سبک از بچه در اتموسفیر کم است فرار میکنه در اتموسفیر زمین صفر اشاره صفر صفر پاین فیصد است اما با وجودی که در زمین کم است در دیگه جای زیاد است مثلا دافتاب پینجا و پاین فیصد آفتاب آیدروژن است تامل آفتاب شما در فیزیک هست و برتون درس میته باز از کدام روز خواستین که مرام بگوین ما برتان کار میکنم که شما ببینین در آفتاب چی یک خداوند متعال قرار داده هر روز هیدروژن به ایلیوم تبدیل میشه انرژی تولید میکنیم این انرژی از تبدیل هیدروژن به ایلیوم است اما این یک تکنیک زده شده که سه تا هیدروژن به مصرف میرسد انرژی تولید میگه اما داخل پس دو هیدروژن تولید میشه یعنی انرژی بندازی سی هیدروژن تولید میشه و مصرف تنها چند میشه یک هیدروژن یک تکنیک در افتاب بکار رفته. به کار رفته بنانم راфта بر چه که بوده دو چند دیگه چی شده زیاد شده مثل شماک جغرافیادان خوندین که میگه سی بیلیون سال بعد افتاب خلاص میشه هیدروژن اش که خلاص شد افتاب دیگه از اینالی 50 پاین فصد افتاب این می هیدروژن اش به مراتب از زمین که زیاد میشه چون خود افتاب تقریبا 150 میلیون مرتبه از زمین کرده چیز بزرگ است اون پینجا و پین فکر کن تقریبا اگه بیرم افتاده پین میلون چند زمین تن آدمو جای دروجن است در کل دنیا مقام اول داره 91 درصد دنیا گفته میشه از چی ساخته شده از آی دروجن در جغرافیا شما تشکیل س... سیارات و کرات خاندین میگه از نیوبیلا و عبروی همو چی بوده آی دروجن بوده آیدروژن منابعش دیگهش آب از بچین در آب وجود داره 11 اشاریه فیصد در تیزاب ها شما میبینید در کل اولش چی از دل در نمک های تیزابی در مرکبات عضوی این منابع چی هستن منابع هیدروژن هیدروژن از دو کلمه گرفته شده آیدرو و این نام خدا جان تولید کننده یعنی تولید کننده آب منامته هیدروژن که بسوزه آب تولید میشه کاشف هیدروژن کوندیش است اما این نام سرش لاوازیه مانده که یک نام لاتین است کوندش چطور هایدروژن استحصال کرد از تعامل فلز به امرای تیزاب استحصال کرد از تامل فلز به امرای تیزاب حاصل کرد جسته گرفت به امرای HCL تعامل داد در نتیجه نمک حاصل شد و هایدروجن. هر فلز دیگه میتونه این کار کنه شما اینی تعامل یاد بگیرید. فلز جمع تیزاب مساویس نمک و هایدروژن همچنان هایدروژن هم میتونیم از تجزیه بر قیاب به دست بیاریم برق الکترولیس کنیم هایدروژن حاصل شود یا میتونیم از تجزیه هایدروژن پروکساید به بیاریم و امثالهم هم روش های مختلف برش داریم صحیح است؟ خب هایدروژن به چیم خاصیت ارجایی داره یعنی سبب ارجای عناصر میشه یعنی به سادگی الکترون میبازه جان مقابل خود ارجا می سازه خود شکسدیشن می شد مقابل خود چی می سازه ارجا و می خاطر در استحصال فلزات از پیشش استفاده می شد مثلا بچین ای اکساید مس از جمع ایدروژن میکنیم کنیم این دو اکسیژن می آب می سازه مس اصل می شه. پس آنها یاد میگیریم که اینجا مس مثبت دو است اینجا سفر شد مس دقیقه چی شد؟ ارجا شد در استحصال فلزات استفاده میشه. کار دیگه که از هیدروژن میکنن روغن مایع که جمع کنیم روغن مایع جمع هیدروژن تبدیل میشه به روغن جامد دوزوی به یاد میگیریم روغن وقتی مایع کسید شحمیش غیر مشبوع باشه غیر مشبوع یعنی رابطه دوگانه داره خود جمع هیدروژن که رابطه دوگانه یگانه میشه مشبوک شد میشه روغن جامد سابق در پر نمودن بالونای آشناسی استفاده میشد اما چون در میگرفت آلی بجاش گاز نجیب ایلیوم از تامل هیدروژن به امرو اکسیژن میشه که خواندیم هیدروژن جمع اکسیژن میشه آب از تعامل هیدروژن به همراه نایتروژن امونیا آسل میشه و از تعامل هیدروژن به همراه کلورین HCl حاصل میشه فعلا همه قبر هیدروژن کفایت میکنه باز بخیر کدام وقتی سر ایزوتوپ گپ میزنیم که یک 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 دو یک و سه هسته معلومات برتان ارائه خواد کردیم اکسیژن اکسیژن سمبولو نمبر اش کتله شانزده اگر تقسیمات کنیم یکیز دو از دو دو در گروپ ششم پیرود دوم گاز بیرنگ بیبو بیزایقه است بیرنگ بیبو بیزایقه اینی نمیبینیم. نمی مزام نداره ولی حیاتی پنج دقیقه نرسه انسان از بین میره ولی این جایی که تلف میشه مغز است کم مقاومترین ترین جای دبی اکسیژنی چی است مغز به خاطر یک کسره خفق میکنن خفق یعنی اکسیژن نمیمونه به مغز برسه پنج دقیقه نرسه مغز تلف میشه دومین جایی که نامقاوم است قلب از حدود 15 دقیقه اکسیژن نرسه دو جای سکته میکنه سکت مغزی سکتی قلبی چرا اکسیژن که نیست دیگه جای مقاومت داره دبی دا اکسیژن سیم جگر است حدود نیم ساعت و باقی از علات است که حدود 4 5 6 ساعت هم اگه یک دست قطع شده بتونین برسانین شفاخانه بر پس چی میکنه جور میکنه اما ده قلب و سکتی قلبی و مغزی که تال دادین خراب شد مثلا بنان حیاتی هسته و چون متاسفانه فراوان است کسی پروایش نمیکنه است از فراوانه که متاسفانه چرا میگی به خاطری که سایک با ارزش ترین انسان دنبال کمبود است متاسفانه الماس چی یک سنگ اگر کل سنگ و الماس می بود کسی دقسیش نبود سنگ و هوری الماس اما کم از او سرش چی جنگایی شده تا تاج ملکی انگلیس بردنشه اما اکسیژن هیچ کدام تنسو صبح وقت نمی که چند نفس بگیرم ماده حیاتی چون زیاد است ما متاسفانه دنبال ارزش نیستیم دنبال کمبود منابیستیم. هستیم یک چیز کم میشه باز او میدویم پشتش این خرابی انسان است اکسیژن از دو کلمه گرفته شده اکسی آتش جن تولید کننده یعنی تولید کننده آتش بدون اکسیژن هیچ چیز نمی سوزه این هم هم لاوازیه سرش مانده لاوازیه کاشف جوزف پرستیلیست جوزف پرستیلی جوزف پرستیلی چی کرد؟ اکساید سیما به حرارت داد تجزیه شد به سیما جمع اکسیژن این روش استحصالش بود امروزه خواست تجزیه برقی آبا میتونیم که اکسیژن بعد دست بیاریم هیدروژن جمع اکسیژن از پوتاشیم کلوری هم میتونیم قرارت بتیم تجزیه به با پوتاشیم کلوراید و اکسیژن از آیدروژن پروکساید هم میتونیم که بد... از اکسیژن از هوا مستیصال میکنن هوا را اول سرد میکنن مایع میشه پس ت... ت... تقدیر تدریجی یا تبخیر تدریجی میکنن هر کس در مرارتش جدا میکنه گازات مختلف هر کس معلوم است درجه اولیانش اکسیژن بچه فراوان ترین انصر در زمین است 20 فیصد اتمسفیه را ساخته 88 اشاری 88 فیصد آب را ساخته 82 فیصد شیر را ساخته 53 فیصد ریگ را ساخته 65 فیصد بدن انسان آیدروژن 10 فیصد بدن انسان اکسیژن 65 فیصد زمین 45 اشاری 5 فیصدش چی است اکسیژن یعنی تقریبا نیم زمین تنها اکسیژن ساخته باقیش یک صد انصار دیگه یعنی اکسیژن از نظر مقدار در زمین به اندازه یک متباقی است متوجه شده این اگر اکسیژن همراه یک مرکب یک جایش او رو اکساید میگیم همراه یک انصار یک جایش رو مرکبش رو اکساید میگیم که اکساید ها رو دستان فشت بخیر میخونیم دو نوست فلزی و غیر فلزی که فلزیش خاصیت القلی داره غیر فلزیش خاصیت داره درست است انشاءالله باقی گپ باز در صنف 11 بخیر میخوایم میز و هایش سرش گپ میزنیم مل تروپ گپ میزنیم دیگه زیاد فعلا چیز مهم نداریم که از این صنف هف خلاش سانسور دیگه نایتروژن از بچیم نایتروژن سمبولش N نمبر اف کتلا چارده اگه تقسیمات کنیم یکی از دو دو از دو, دو دو پی در گروپ پنجم اصلی پیریود دوم ای هم گاز بیرنگ بی بو بی است بیشترین گاز در دوربر ما همیست تقریبا 80 فیصد اتمسفر ای ساخته ولی رنگ بوی نداره به نام ازوت یا تنبل یاد میشه چون خوب تامل نمیکنه خوب تامل نمیتونه ایره میگیم ازوت یا تنبل درست است؟ و نایتروژن در اصل خیزی زمین ها نقش داره بالای یک جریب زمین 16 هزار تن نایتروژن در فضا می باشه و در ساختن کود کیمیاوی از پیشش استفاده میشه. در تمام مواد پروتینی موجود است لایقا می فهم پروتین از یک چیزی بنام امینو اسید ساخته میشه. شه. امینو امینو گروپ امین ما گروپ چی ما و وی نام خدا اه. خیر هر که پروتئین است امینو اسید است هر جایی که امینو اسید است گروپ امین است هر که گروپ امین باشه نایتروژن اوجه شامل است تخم گوش لوبیا کل از اینا نایتروژن داره در دا دینه ان ای و ان ای است که میگیم قلوی های نایتروژن داره مدینین گوانین تایمین سایبسین یوروسیل اونا چی کلش نایتروژن داره در دا ساختن مواد انفجاری و باروت از پیشش استفاده میشه 3 فیصد بدن انسان تشکیل داده 3 فیصد بدن انسان تشکیل داده درست است در اتوبوسفیر از نظر اجام 78 فیصد نایترو است از نظر کتله 75 شارعه 5 فیصد دیگه اگر پایشا میمونیم به صنف 11 بخیر و آخرین انصر که از صنف 7 خلا شدیم کاربون است نمبر 6 کتله 12 اگر تقسیمات کنیم 1 از 2 از 2 2 پی 2 در گروپ چارام اصلی پیریود دوام موقعیت دارد هم رابطه اشتراکی ساخته میتونم هم دوزی موجود هم غیر روزوی و کاربون سه تا الیتروپ داره الیتروپ و مو... یا مودیفیکیشن موادی رو میگیم که از یک انصر ساخته شده یا شبکیش فرق میکنه یا تعدادش این سه تا الیتروپ داره الماز، گرافیت، زغال دستان فیاز یک الیتروپ چرمیشون باز میخونیم خب فیلن سه الیتروپ الماز، گرافیت، زغال الماس در زیورات استفاده میشه در شیشه استفاده میشه در بعضی برمه های چاه های استفاده میشه چون در پایین زمین ها قوی میشه تنها الماس میتونه کار کنه و از گرافیت پنسل قلم های پنسل گرافیت است و زغال در گرم کردن منازل فرسی از این نظر به فشار جور شده فشار که کم وارد کربن زغال جور میشه کمک که زیاد چپ پنسل زیاد که فشار عرارت زیاد میشه الماس و این خاطر یک جمله در روانشناسی هم میگن میگه مشکلات زندگی انسان الماس جور میکنه سرتی سختی و مشکل ال نکی تو زغال هستی کمه که مشکلات اینه تو قبول کردی درس میخونی می سو و وقت دست میشین درس میخونی تو پنسل شدی و اگر بخیر کمه که سختی های زندگی رو حل کردم کلتون الماس میشین قوی میشه و به فرق الماس و گرافیت باز کدام وقتی خواد خواندیم در الماس کس هر کاربون با چار کاربون ارتباط داره اما در دا گرافیت هر کاربون با سه کاربون به مخاطر اگر شما گرافیت تحت فشار بلند دو طبقیش یک جای کنین الماس مصنوعی ساخته میتونید فکر که یک گرافیت دیگر هم سر از ایمان نکنم و رابطه سه تاییش چند تایی میشه چار تایی الماس مصنوعی از پیشش آسل میشه کاربون 18 درصد بدن انسانه تشکیل داده هم به شکل آزاد پیدا میشه هم به شکل ترکیبی پیدا میشه ایزوتوپ های شباز در مصول فوزوی و خیر ما و شما میخوانیم مرکبات مهمش هم کاربون و کاربون مونو اکساید است انشالله که کمه که در مورد کاربون ما و شما فهمیده باشیم شاگردای های نازنین میدو بود کیمیا ایسانف اف شما یک بخوانین مکمل کتاب مکتب هم خواستین بخوانین ایران بخوانین چیزی که مشکل بود پرسان کنین نه خاطر از کنکوری ایخ کنکوری نیستان فهم اما ما و شما من یک کسی که میگیم فارغ مکتب استم باید درس های پایین یاد داشته باشیم من مثلا در درس ها مثلا مثال میگم خب که شما خو از خود هستین بفهمینم می احساس مرا من مثلا میگم اینا نیاز مکاتب نیست شاگردا مشکل داره بیا درس مثلثات اصلا این نشتا میکنه در پایین تو خود چه فکر کردی تو دکتر هستی تو بلاستی تو معلم هستی تو مثلثات هستی تو بلا نیستی او من فارغ مکتب هستم ما در مکتب مثلثات خواندیم الی من یک کسی که کس از مکتب فارغ هستم بر شاگردهای مکتب پس یک مسلسات درس میتونم بر تو متخصص درس نمیتونم والا اگه کار به احلش سپرده بسیار خوب میشه خود تو اهلش گم هستی نمی کنی بیا او احل او احل دست بیا بی کار بکو اینال یک تعداد من این ببین بیدیم چقدر مشکل قبول میکنم خود چایو نمیخورم درس نمیتونم او باز چی میگه؟ اوه ما سلح کم بود ولی تو کیمیاستی همین همیشه معلم کیمیا در از بسیار خوب میشه یک معلم صاحب کیمیا همی همینجا بیاید همین چای حق ما رو بخوره همین رو درس بده ولی تا روزی که نمیایه من همین درس میتونم بخیر خیر آمد یک درسک اک سطره داد با شما دیگه ای رو نبینین اما سطره رو خوبترش خوبتر شبینین. ولی تا روزی کونا نامده ای که خلاش ریاضی رو هم شروع میکنم خلاش بیولوژی رو شروع میکنم نشت یگام شعر و شاعری و دری هم شروع میکنین صحیح <تصفيقا> شد یک شعر بگم یک شعر بگم این شعر به خالدارا تقدیم خال را گفتم چرا بلشسته ای در رویان این سنت تشخیص و انتاق است تشخیص و انتاق که از،, از, غیر انسان سوال کردن تشخیص است نه؟ خال را گفتم چرا بلشسته ای در رویان گفت اینجا گلش گلشو گفته باغبانی میگه که نظر باشه خدا پستا.